سلام یاور هستم از مجموعه آفریدار به قسمت چهارم فصل دو بلندر خوش اومدید خب تو جلسه قبل اومدیم این آبژکت ها رو ساختیم و حالا ادامه کار رو میبریم جلو این الان این سندلی هایی که من حالا اومدم میز و سندلی هایی که ساختم و من یه دونه جی میزنم ایکس ببرم مو بدم جلوتر یا اصلا نه میگم اصلا همینجا باشه میام چیکار میکنم اینجا میام یه دونه شیفت و ای یه دونه باکس میارم و دکمه بکسلش رو حالا اسلش هست یا بکسلش این میام میزنم و همه ای آبجکت های من هایت uh, میشه فقط این آبژکت برای من میمونه خب من تب رو میزنم جی زد یک رو میزنم بیاد بالای کار من uh, قرار بگیره خب میام اینجا این کفه رو بچه رو همین موده من یه اسکیل بدم یکم بودکترش کنم اول یه تب بزنم خب نگاه کنید الان من دارم اسکیل میدم بچه ها. اینجا میبینید نقطه اتکام من اینجا هست نگاه اگر رو مود ادیت باشم ادیت مود نباشم رو آبجکت مود باشم اسکیل بدم از همینجا میاد این آبجکت بزرگ یا کوچیک میشه خب ولی اگر بیام تب بزنم اسکیل بدم نگاه نقطه اتکای من داره جاش عوض میشه یعنی تو مرکز مونده کل آبجکت داره با هم دیگه بزرگ میشه حالا اگه من بخوام روی این مود باشم و از همین نقطه بیام اسکیل بدم اینو باید بذارم رو حالت لوکیت یعنی این الان رو حالت گلوباله بیام اینجا عوضش بکنم بذارم رو لوکیت اگه من اینجا این رو لوکیت باشه و این رو فلشه بیام عوضش کنم بدم رو این اورینت میاد از این نقطه برای من اسکیل میده ببینید خب اینم تا اینجا اینا هم تقریبا بفهمیم چی کار میکنه جلو جلوتر که میریم یک یکی پنجره ها خب حالا من میام اینجا جی Z میام این رو باز میارم ارتفاعش رو پایین این توی این موقعیت قرارش میدم خب حالا اگر من بیام اینجا دکمه A ای رو به کنترل آر رو دوار تب بزنم دکمه کنترل آر میام آقا یه خط من اینجا میخوام فرض مثال دوار کنترل آر ببخشید کنترل آر یه خطم اینجا میخوام قبول این دو تا من آوردم بذاریم یه مقدار هنوز هم جاش کنم جی Z جی ایگرگ یکم باریک ترش کنم از هفت بالا ببینمش آها تقریبا یه انداز هست خوبه حالا میام چیکار میکنم من میام این فیسو این فیس و این فیسو این شیفت رو بگیرم این بذاری خاموشش بکنم که اون پشتیا ها نشه راحت داریم اینو انتخاب میکنم این سه تاشو با هم میزنم ای میبینید این به عنوان مثلا دو تا دیوار برای من اومد بالا خب حالا اگه من بریج و جلسه قبل من بهتون گفتم که جور پول میزنه یه کاربرد دیگه هم بریج داره مثلا فرضاً اگه من اینجا کنترل آر بزنم خب بذار از یه روش دیگه میریم که یه فرمان دیگه هم به شما یاد داده باشم نگاه بچه این ف... اینو من انتخاب میکنم اگر آیو بزنم میبینید چه اتفاق میفته این میاد این میشه درست شد میاد داخل این قرار میگیره یه مثلا حالا کنترل زد اینجا نگاه آیو من بزنم میبینی این میشه به این شکل میاد داخل اون شکل قرار میگه حالا اگه من اینو انتخاب کنم و اینو با هم انتخاب کنم این دوتا با هم آی بزنم میبینید این دوتاش با هم این ست میشه این دوتا میبینید حالا من میتونم بگم مثلا فرزن S تو محور X این دوتاش که نزدیکتر از هم قرار بگیرن ها درست شد میبینید به این شکل داره روی محل کار من قرار میگیره حالا اگه من رو بیام مثلا فرض مثال بریج بزنم این سوراخش میکنه قبلی پل میزد یه الان اومد سوراخش کرد حالا این یه روش یه روش دیگه هم نمیتونم همون روش پولی مودلینگ خودمون اینجا من کنترل آر بزنم اینو بزنم دوتا تا مثلا یه کلیک بعد از اینجا هم دوباره بزنم کنترل آر اینم دو تا این مووش هم بدم بیارم بالا حالا بگم این فیسه و این فیسه این دوتا با هم دیگه ادیت و بریج و این به این شکل بیام این مدل رو به این مدل قرار بدم این بچه این روش که داریم کار میکنیم پولی مدلینگ هست که داریم کار میکنیم و همه اشکال باید ختم بشه به شکل مربع حالا باز من اینجا یک میتونم بزنم اینجا بچه یکو یک خود یکو اگر یک ماشین ساب که یک دو سه چهار ماشین ساب جهت زاویه های دید ما رو نشون میده اما یک که بالای اون دکمه های حروف های کیبورد هست یک میاد این رو انتخاب میکنه دو اینو انتخاب میکنه سه اینو یعنی اگر یک دو سه تون رو اینجا عوض بکنید با اینا عوض میشه حالت من دارم چون رکورد میکنم نمیدونم چرا کار نمیکنه برای من ولی تو حالت ادیت مود که آبجکتی انتخاب باشه یک رو بزنم باید اینو انتخاب کنه این دو هست خب پس با یک دو سه اینا میاد جابجا جا میشه که بالای حروف من هست و با یک دوسه این ماشین حساب میاد جهت کار من عوض میشه خب من یک رو میزنم اینجا مثلا ارتفاع اینو جی زد یکم میارم بذار اینم من روشن کنم جی زد اینو یکم میارم مثلا بالاتر که با به عنوان یه نصف اتاق مثلا من اینجا داشته باشم این توی این محیط حالا اگر من بکسلش رو بزنم این ست هایی دیگه هم که الان اینجا داشتم این ستا رو نمایش داده میشه جی ایکس اینها رو برم اون برتر فیلن کاریش ندارم خب دیگه چی کار کنیم چی, بسازیم بیایم اینجا یه دونه مثلا کمودم بیایم بسازیم برای اتاقمون باز شیفت و ای یه دونه باکس رو من بیارم به زبطه یه میز بسازیم بعد بریم سراغ کمود خب یه دونه باکس رو من میارم اینجا ای وسط دوباره بک لش تب رو میزنم جی زد یک ای بیاد بالا سه رو بزنم فیس انتخاب بشه بچه چون من در حالت رکورد هستم ممکن نیست دکمه ها فرمان کار نکن مثلا سه رو کار نکرد یه وقت کار میکنه، یه وقت کار نمیکنه خب من تب رو بزنم تب ای اینو مو بدم بیارم بالا آها خب میز سری قبل ایاتون باشه چارت پای گذاشتیم زیرش که ساخته بودیم تو درسای جلسه اول حالا اینجا چیکار میکنم آیا میزنم این ست میتونم این روش درست شد یه بار دیگه آیا بزنم این ست خب حالا اگه من بیام فرزن اینا رو انتخاب بکنم میبینید این رو با هم دیگه ای رو بزنم این حالت داخلی میزم هم درست میشه حالا من چهار تو مربع میخوام از اینجا بکشم بیرون حالا یا پایه ها میتونم جدا مربع های مختلفی قرار بدم یا از خود این آبجکت بکشم بیرون درست شد حالا اگه بخوام از خود آبجکت بکشم بیرون مجبورم چیکار کنم بیام اینجا برای که یه چالش باشه از خود آبجکت بکشیم بیرون یه کنترل آر میزنم میبینید یه خط اومد اینجا قرار گرفت حال به مرزی که من مووش میدم زمانی که میره اون گوشه کج میشه بچه ها میبینید میاد این گوشه کج میشه حالا من اینجا قرارش بدم فرزن این اصلا دو تا یک کنسل من بکنم اینجا به دیگه نشونتون بدم کنترل آر از این زاویه بیارم این گوشه میبینید میاد کج میشه حالا من میام چیکار میکنم میام اینو کنترل آر میارمش اینجا اینجا که رسید کلیک کردم گرچه حالا یه سری گزینه من اینجا دارم که یه مقدار فرما ممکن دستکاری بکنه اما اصلش یه من بیام اسکیل بزنم تو چه محوری محور X نگاه اسکیل محور X اگر مووش بدم این بر میگن حالا حالات وسط ولی بزنم اسکیل محور X صفر یعنی بیام این ورتکس ها رو من انتخاب بکنم اسکیل محور x و صفر قرار بدم این به صورت حالا صاف قرار میگیره جیه x حالا اگه من مووش بدم میبینید این دیگه صاف میره حرکت میکنه روی این شکل میبینید حالا من نمای تاپ بیارم یا شیفت و هفت بزنم از نمای کف این به صورت صاف اومد حرکت کرد روی شکل من الان اینجا قرار گرفت پس الان باز اینجا من یک کنترل آر دیگه میارمش اینجا قرارش میدم بینید اینجا ریخ به هم حالا همینم باز دوباره اسکیل اسکیل محور X صفر میزنم حالا دوباره مووش میدم و اینجا به صورت صاف قرار میگیره اینم به صورت این قسمت حالا باز دوباره کنترل آر از این وری من مووش دارم این مربع هست ولی میخوام نه صاف باشه اینجا که زدم اسکیل ایگرگ سفر حالا دوباره مووش میدم که به صورت صاف بیاد این قسمت بمونه دوباره کنترل آر منمش اینجا اسکیل ایگرگ سفر و مووش میدم که به صورت صاف برای من بیاد بمونه اینم پس برای اون کف موف ها خب ما علاوه بچه پرسپکتیو رو نگاه کنید یه فرم دیگه شد من چرخوندمش چه اتفاقی شد افتاده این شده اوریتیشن یعنی دیگه پرسپکتیو نیست که اگه من خواستم بشه پرسپکتیوی کلیک بکنم این گزینه هم برای مود پرسپکتیو و اورینتیشن خب حالا من میتونم مستقیم اینا رو انتخاب بکنم این چهار تا رو و ای بزنم بیاد بالا ها یا حتی میتونم یه آی بزنم یه کمی فاصله بگیره بعد بیام ای بزنم بیاد بالا که یعنی چسبیده چسبیدم مثلا پایه های من به این نباشد حالا این بستگی که میگم به کار خودتون حالت پایام هم خیلی باریک شد یعنی هم خیلی نزدیک بود که پایام باریک شد حالا میتونم کلش با هم دیگه یه ادیتم بزنم میارم رو حالت مود ادیت میام این خطار انتخاب میکنم بچه من این تیکارم ور میدارم نمیخوام باشه توی کادرم مووا خب اینجا میتونم یک یکی جی بزنم ولی اگه بخوام هر دوی اینا هم این زاویه هم این زاویه با هم موو بشه میتونم بگم اسکیل ایگره یعنی با هم دیگه بیاد موو بشه مثلا پایه من اینجا قرار بگیره یا این مربع ها هم خطا یکی اینجا از انتخاب بشه اسکیل ایکس همه اینا با همدیگه بیاد موو بشه و توی حالت قرار بگیره به همین راحتی پایه های میز منم بزرگتر قرار گرفت اینم شد میزمون حالا باز اینجا من اگه بخوام یه بریجم بین این پل های این بزنم نگاه اگر من اینا رو سلیک تب بزنم سلیک کنم این چیزه کنترل آر بزنم نگاه رو این حالت میاد هر تک تک شده اینا من یک کنترل آر میزنم یک کنترل آرم روی این یک کنترل آر روی این، یک کنترل آر روی این حالا بعد میام اینجا، همه رو با هم دیگه اینجا، حالا جی میزنم، زد، همه رو موف میدم خب بچه اگه من یکی دیگه از بخوام، مجبورم همه دو تک تک کنترل آر بزنم یه فرمان دیگه هم امروز بخوام یاد بگیریم اگر من کنترل بی بزنم، بی کنترل بی حالا این همه گزینا میام اینجا هستشون ولی الان من با شورت کات میخوام شما یاد بگیرید کنترل بی بزنم چه اتفاق میفته ای اتوماتیک میکنه تاش دو تا اسکرول بکنم تعدادش هم بیشتر میکنه این بهش میگیم بی کنترل بی به همین راحتی سریع این اتفاق براش افتاد حالا اگه من خواستم اینا رو کنم دیگه راحتم میام میگم این سطح با این سطح حالا ادیت بریچ من مجبورم چون حالا همه رو نگفتم هر بار از روش های مختلف رو بیام به شما بگم که یه مقدار براتون مثال ها جذاب تر بشه خب اینم میزمون یه بکسلش بزنم من اینجا هفت بزنم جی بزنم اینم بزنم اینجا تو این اکسسوری هایی که ساختم میزم خیلی کوچیکه. حالا تب بزنم ای اسکل کلن یکم بود نگاه نقطه اتکاش میبینید از اینجا داره بزرگ کوچیک میشه ها. حالا من چیکار میکنم اینجا کلیک راست ست تو origin ببخشید از... الان اینو من رو... از این حالت درش نیاوردم اینو بذارم شو حالت مود دیفالت خودش اسکیل آها این اینم آبجکت منه خب حالا یه نکته دیگه هم وجود داره اگر من در حالت عادی این آبژکت ها رو بیام اسکیل بدم خب یعنی که من شیفت و ای یه باکس داشته باشم این دو در دوه الان دیفالتش خب حالا این رو بیام رو حالت عادی اسکیل بدم این بزرگ شده اما اپلای سایز نشده یعنی در واقع نگاه اگه من بیام اینجا نگاه میگه یه آبژکتی بوده توی قسمت آیتم که اسکیل خورده از از متراج عدد دقیق اینجا به من نمیده برای که اسکیل این دقیق باشه یا باید میگه شما رو حالت ادیت مود باشید و اسکیل بکنید که عددش صحیح در بیاد و اسکیلش هیچ ذریبی نداشته باشه یا اگر اومدید آبجکت تو رو ادیت مود نبودی اسکیل کردی بزرگ کردی یعنی اینا هیچ وقت نباید عدد دار باشن همیشه باید عددشون یک باشه بیا اینجا توی آبجکت اپلای آل ترانسفورم اپلای بزن این تبدیلش میکنه به یک در یک و سایز واقعی رو اینجا به ما میگه الان میگه ده متر در ده متر در ده متر این آبژکته خب حالا من پس این همه ای ها رو انتخاب میکنم این اپلای آل ترانسفورم هم میزنم که همه این آبجکت ها از لحاظ اسکیل دقیق در بیاد و موقعی هم که اپلای ترانسفورم میزنم نقطه اتکای همه آبژکت ها دار برمیگرده نقطه این سرکر وسطیه که کافی دوباره اینجا کلیک راست بزنم بگم همه اینا ست تو ارجیم بشه همه اینا تک تک نقاط اتکاشون برگشت وسط شکل من خب این برای جلسه باز امروزمون بود فکر میکنم کافی باشه تا جلسه آینده ادامه مبحث بلنده رو آموزش خواهیم داد